پنجمین روز سقوط کابل، گام به گام با تحولات افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما اطلاع حاصل نمایید. روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد که پنجمین روز سقوط کابل، گام به گام با تحولات افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالکریم خرم امروز پنجشنبه 28 اسد با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیدار کردند. طبق اعلام شورای عالی مصالحه ملی، در این دیدار در مورد وضعیت فعلی کشور، روند سیاسی، شکلگیری یک دولت همشمول که از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار باشد بحث شده است. از جانب دیگر، اسلام آباد میزبان هیئتی از سیاستمداران افغان است. محمد یونس قانونی، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، عبداللطیف بدرام و خالد نور از اعضای این هیئت هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای ناتو و طالبان گزارش داده است که 12 نفر در داخل و اطراف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از تصرف کابل توسط طالبان جان باختند. یک عضو طالبان بر رویترز گفته است که این افراد بر اثر تیراندازی و به علت ازدحام جمعیت کشته شدند. او از مردم خواسته است که اگر مجوز رسمی سفر را ندارند به خانه هایشان برگردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رویدادهای افغانستان را فاجعه و کابوس خوانده است. با گزارش رویترز، بورل در پارلمان اتحادیه اروپا گفته است که اطلاعات در پیشبینی بازگشت طالبان دقیق نبوده است. جوزف بورل همچنان گفته است که اولین گروه 106 نفری کارکنان اتحادیه اروپا در افغانستان از این کشور خارج شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که تعهدات طالبان در قبال حقوق بشر نگران کننده است و از این رو نیاز فوری احساس می شود تا مکانیزم نظارت بین المللی ایجاد شود. طبق اعلام این سازمان، رهبری طالبان متعهد شده است که حقوق بشر را رعایت کند، اما این تعهد با اتکا به صلاحیت های مبهمی صورت می گیرد که نگرانی ها را در مورد اعتبار طالبان افزایش می دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به نشست خبری دو روز پیش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است که او سعی کرد و شهروندان افغانستان و جامعه بین المللی در مورد حمایت دولت جدید از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه ها و حمایت از کارکنان سابق دولت اطمینان دهد. این سازمان تاکید کرده است که طالبان باید به صورت علنی متعهد شوند که به تعهدات بین المللی افغانستان در قبال حقوق بشر پابند بوده و به سازمان ملل متحد و ناظران مستقل بین المللی در کشور اجازه نظارت و حمایت از حقوق بشر را می دهند. جان استفتون، مدیر حقوقی امور مربوط به آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است، طالبان باید تعهد خود را در قبال حقوق بشر از طریق اقدامات و نه با کلمات مبهم نشان دهد. او افزوده است، جلب اعتماد ملت افغانستان و جهان نیازمند آن است که مقامات طالبان در سراسر افغانستان به حقوق مربوط به همه انسان‌ها احترام بگذارند و به سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مستقل اجازه دهند تا شرایط حقوق بشر در افغانستان را زیر نظر داشته باشند. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی با نشر بیانیه موضع خود را در مورد حوادث اخیر در کشور اعلام کرد. ربانی باورمند است که بحران پیش آمده نتیجه بی‌کفایتی و نبود تعهد ملی در سطح رهبری حکومت قبلی، فساد گسترده سیاسی و اداری و همچنان انحصار و شخصی سازی قدرت و اعمال نادرست آن در سطوح مختلف از سوی منادیان دروغین جمهوریت است. با باور او،
دزدی و فرار مدعیان جمهوریت دروغین در سطح جهان و یک لکه ننگ در جبین تاریخ معاصر کشور ما تبدیل شد. ربانی در این بیانیه که روز پنجشنبه 28 اسد نشر شد تأکید کرده است که تجربه بیش از 4 دهه جنگ برای همه طرف های دخیل در مسائل کشور بروشنید نشان می دهد که بدون پرداختن به مسئله تامین عدالت اجتماعی و مشارکت معنادار همه اقوام و اقشار در بدنه نظام و تصمیم گیری های کلان یک نظام باثبات و مورد قبول همه در افغانستان شکل نخواهد گرفت. او نوشته است در تاریخ معاصر خود بارها شاهد بوده ایم که هر گونه تسلط نظامی و تلاش برای سرکوب یا نادیده گرفتن سایر اقوام، احزاب، مذاهب و دیدگاه ها خیلی زود منجر به شروع فصل جدید از خشونت ها و مقاومت های مسلحانه می شود. او در این پیوند به طالبان یادآور شده است که با همه مشکلات و نقدهایی که بر همه طرف ها وارد است، افغانستان وارد یک مرحله جدید شده است و در این مرحله تصمیم گیری های عقلایی، دوراندیشانه، صلح جویانه و ملی گرایانه وضعیت کنونی را به یک فرصت ارزشمند تبدیل خواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دیدار با شماری از اعضای طالبان خواستار اولویت دهی به حفظ جان، مال، آبرو و عزت مردم شده است. طبق یک خبر دیگر، صفحه رسمی فیسبوک شورای نظار می نویسد که پیام عامر صاحب احمد مسعود: با شایعات باور نکنید، جنگ روانی است که طالب مزدور در سراسر کشور از همین روش کار گرفت. در این دره تسلیمی ننگ است. از سوی دیگر، بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد که مارشال دوستم در ترکیه و عطا محمد نور در تاشکند به سر می برند. با تشکر از این که تا آخرین ویدیو با ما بودید، جهت حمایت کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما اطلاع حاصل نمایید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.